تست کرونا از کریم خلیلی مثبت اعلام شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دینی برس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی اسپوتنیک، تست کرونا از کریم خلیلی مثبت اعلام شد. آزمایش کرونای معاون پیشین ریاست جمهوری در شفاخانه بکران مثبت اعلام شد. و گزارش اسپوتنیک تلویزیون یک به نقل از پسرش میگوید که تست کرونا ویروس کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری در شفاخانه نیروهای بین المللی در بکران مثبت اعلام شده است. قابل ذکر هست که آقای خلیلی روز گذشته در شفاخانه نیروهای بین المللی در بکران بستری شده بود. در عین حال به گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله بر رهبران در گفتگو با طالبان متحد شوید یا منتظر جنگ های بدتر باشید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز شنبه 11 ثور به رهبران سیاسی این کشور هشدار داده است که یا در حمایت از روند صلح متحد شوند یا منتظر جنگ های تلختر و بیشتر باشید. و گزارش اسپوتنیک و نقل از طلوع نیوز، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک مصاحبه ای که با یک رسانه خارجی داشت میگوید که رهبران سیاسی باید در مذاکرات با طالبان متحد شوند، در غیر آن پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان خطر جنگ های تلخ تری وجود خواهد داشت. آقای عبدالله هشدار میدهد که اگر وحدت از رهبران قدرتمند فیلی در کابل دور شود، تاریخ این کشور و میلیون ها افغان که از بیکفایتی ها ناامید شده اند درباره این رهبران و سختی قضاوت خواهند کرد. وی افزوده است: من نمیگویم که این به معنی پایان جهان برای مردم ما هست. من میگویم که این با چالش به همراه خواهد بود. بنابر این نظر من این است که تمامی تمرکز برای به دست آوردن صلح باشد که تنها ما را شامل نمی شود، بل طرف دیگر را هم شامل می شود. عبدالله هرچند بر مذاکرات صلح با طالبان تاکید می کند، اما می گوید که او هنوز قانع نشده است که طالبان صلح می خواهند یا نه. در این گفتگو عبدالله می افزاید که اعضای گروه طالبان در روزهای گذشته با او تماس هایی داشته اند، اما او از طالبان خواسته است تا تمامی خواسته هایشان را روی میز مذاکرات بگذارند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این باره به طالبان می گوید هر خواستی که دارید روی میز مذاکره بگذارید، ما آماده هستیم روی آنها بحث کنیم، آماده هستیم تا راههایی را جستجو کنیم که برای هر دو طرف قابل قبول باشد. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان برخلاف تعهداتشان به جنگ ادامه می دهند. با گفته محب، گروه طالبان نه برای صلح بل برای جنگ آمادگی می گیرند. او تاکید کرد که در جنگ جاری کشور القاعده نقش فعال دارد. او افزود که طالبان تمام امکانات جنگی و مواد انفجاری را از سازمان استخبارات پاکستان به دست می آورند. طالبان به خاطر رسیدن به قدرت
رای جنگ را انتخاب کرده اند و رای صلح را انتخاب نکرده اند و فکر می کنند از رای جنگ به قدرت می رسند. حتما حملاتشان را زیاد می کنند. محب با اشاره به فعالیت های القاعده در افغانستان گفت. القاعده افغانستان را برای خود یک میدان جنگ ساخته است. زورشان در دیگر جاها نمی رسد. آمدن وضعیت مردم افغانستان را به این حالت رسانیدن. خروج نیروهای خارجی در حالی به گونه رسمی آغاز شده است که جنگ ها در افغانستان ادامه دارند. طالبان در یک شبانه روز 141 تحرک ضد امنیتی داشتند. منابع گفتند که تحرکات ضد امنیتی در ولایت های ارزگان، زابل، بغلان، کندهار، ننگرهار، بدخشان و تخار به ثبت رسانده است. و گزارش اسپوتنیک و نقل از طلوع نیوز، حمله طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان در یک شبانه روز و شمول پیرمقال، یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی، تخار جان 20 تن را گرفته است. از سوی هم منابع امنیتی خبر داده اند که طالبان بر یک بازگاه امنیتی در منطقه باغ شمال در حومه شهر پل خمری حمله کرده اند که در نتیجه 3 سرباز جان باخته اند. از جان باختن 8 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی وردوجه بدخشان، جان باختن 3 پلیس در زابل، ترور 2 تن در کندهار، 1 تن در گردیز و ترور 1 تن در فرا در یک شبانه روز گذشته گزارش شده اند. در همین حال ناصر کاموال حزب شورای ولایتی ننگرهار گفت در داخل شهر و دیگر بخش ها قتل های هدفمند و انفجار ها هر روز رخ می دهد. خواست ما از هر دو طرف این است که هرچند زودتر آتش بست کنند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس کندهار بیان داشت حراس افغانان مسلح بر شماری از ولسوالی های کندهار مثل پنجویی، میوند، ارغستان، دندشاو، ولیکود حمله های گروهی داشتند. این در حالی است که نیروهای دولتی گفتند که نیروهای دفاعی و امنیتی تمامی حملات طالبان را عقب زده اند. در گزارش این خبرگزاری آمده است که در یک ماه گذشته 438 نظامی و غیر نظامی در رویدادهای گوناگون جان باخته اند و بیش از 500 تن دیگر زخم برداشته اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.